قبل تمام کارهایی که کردیم صدا اینجوری بود. بعدش قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه دوست دارین ترفنده موزیک پروداکشن، میکس و مستر یاد بگیرین، اینستاگرام و تلگرام نوید میوزیک تیپس رو دنبال کنین. اگه مایل به همکاری با من هستین به وبسایتم سر بزنین، اونجا میتونین بعضی کارامو با آرتیست‌های دیگه بشنوین. از طریق اینستاگرام شخصی من میتونین مستقیم با هم در ارتباط باشید. خب حالا میگید نوید، ولی اون وکال قبلیه خیلی روبه جلوتره، خیلی بهتر رو بیت سواره تا این وکالی که تو میکس کردی. و حالا میرسیم به قسمت شیرین پرالال کامپرشن یا به موازات کامپرس کردن، چیزی که من خیلی راجعش صحبت میکنم، خیلی بچه ها رو ترغیب میکنم انجام بدن. و اینا کاری که میخوام بکنم چیه؟ میخوایم پرالال کامپرشن انجام بدیم. چجوری این کار رو انجام میدی؟ اینجا ببینید من یه اینزرت خالی دارم، کلیک راست میکنم، ساید چین تو دیس ترک رو میزنم و بعدش روی این استاتس شیشمون مثلا فروتی سند رو باز میکنم. اینجا میبینید که من میتونم انتخاب کنم اینزرت 4 یا مسترمون. حالا این اینزرت 4 رو ریرین میکنم، میزنم پی سی به معنی همون پرالال کامپرشن یا به موازات کامپرس کردن. سنتور رو میزنیم به پرالال کامپرشن. حالا من اگه پلی کنم اینا، ببینید که یه کپی دیگه از صدامون رو در واقع فرستاده به این ترک. خب حالا ما کاری که میکنیم چیه؟ کاری که میکنیم اینه که اینو اگه میوت کنیم هم پلی میشه. زیبایی پرالل کامپرشن، زیبایی در واقع استفاده کردن از فروتی سند اینه که وقتی این کار رو انجام میدین دیگه لازم نیست این اولیه رو در واقع گوش کنید و من میتونم روی این انجام بدم. حالا من با چه پلاگینی میخوام پرالل کامپرشن رو انجام بدم؟ با 1176، یکی از کامپرسورهای خیلی خفنه، خیلی سریعه، خیلی سریع کامپرشن رو انجام میده و خیلی به ما میتونه کمک کنه. CLA76 مونو رو من باز میکنم. خب بچه یه فرق گنده ای داره 76 با بقیه کامپرسورها، اونم اینه که سریع ترین اتکتون سمت چپ نیست بلکه سمت راسته. همینجور ریلیز وقتی به سمت راست راست میکنید یعنی سریع ترین ریلیزه. اینو همیشه در نظر داشته باشید وقتی CLA76 استفاده میکنید یا کلن بقیه 76 هم همینجوری هست، فقط CLA اینجوری نیست، اتک سریعش به سمت راسته نه به سمت چپ. اینو همیشه یادتون باشه. حالا ما اگه اینو بخوادم بذاریم رو سریع ترین اتک، اینپوتو میارم پایین تر. هدف من از این پرالال کامپرشن اینه که صدا رو تا جایی که میتونم له کنم و این له کردن صدا رو بعدن میکس کنم با صدای اصلی. حالا ما هم میخواییم له کنیم دقیقا این کار رو. ریشیو رو میذاریم رو 20. اتکو میاریم عقبتر. یه دکمه هم داره به اسم آل که میشه تقریبا 45 ریشیو اگه اشتباه نکنم. بعدش fucked up your always in my brain now always overseen by the voices in the halo thought you were my angel when I thought you were my number one but you did me dirty and I guess that I was wrong guessing I was wrong but I guess I always knew that I saw right through. ببینید صدا رو ما کاملا له کردیم. حالا کاری که میکنیم چیه؟ اگه توجه کنید وقتی کامپرسور بیش از حد انجام میدین صدای این سه و اینا دوباره میزنه بیرون. اگه دی اس ار دیگه استفاده میکنم به اسم سیبیلنس.
I see right through the lies that you always told me. Now I'm done with you, but you're not done with me. Don't know what to think, yeah, I'm always so perceived. خب این کار باعث میشه که وقتی اون ترک کامپرس شده رو پرال کامپرشن اما من اضافه میکنم، این صدای سه و اینا دوباره اذیتمون نکنن. اینو دوباره میارم پایین، یه پلاگین دیگه اضافه میکنم که EQه به اسم پویتک. خب با این پویتک EQ P1A کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام یه ذره لوندمون رو کنترل کنم. اینجا اگه توجه کنید میبینید که یه دکمه داره به اسم attenuation. مثل در واقع کات کردن میمونه، کات کردن و بوست کردن داریم. اینجا مثلا من یه 6 دیبی این طورا کات میکنم که این لوئند وکال مزاحمت ایجاد نکنه واسه اون وکال اصلیمون. بندویتمون هم یه ذره بازتر میکنم. حالا اون 16 هرتز این طورامونم یه ذره بوست میکنم. حالا چرا من این کارو انجام دادم؟ ببینید این الان صدایی که من تولید کردم یا درست کردم یه صدای فوق‌العاده کامپرس شده است که بیشتر فرکانس‌های بالا داره و این حالت در واقع شارپ شدن صدا یا همون کریستالیز شدن صدا رو به ما میده. حالا من اگه اینو بیارم پایین و پلیش کنم کم کم اضافه میکنم. قبلش بعدش میبینین چه انرژی اضافه میکنه. حالا کاری که من میکنم اینه که سعی میکنم این صدامو دوباره تنظیم کنم. رو وکال اصلا میخوام یه کار دیگه انجام دادم، اونم اینه که میخوام لیمیتر اضافه کنم. الوان لیمیتر خوبیه. بیش از حد نمیخوام این کار رو انجام بدم، فقط یه ذره که پیکامون رو کنترل کنیم و توی لول صدا رو نگه داریم. قبلش گوش کنی بعدش صدامون هم یه ذره میاره رو به جلوتر، بلند میکنیم بدون اینکه از اون حدی که میخوایم بگذره. حالا این پرالالمون رو میکس میکنیم. Fucked up, you're always in my brain now. Always overseen by the voices in the halo. Thought you were my angel when I thought you were my number one. But you did me dirty and I guess that I was wrong. Guessing I was wrong, but I guess I always knew that I saw right through the lines and I always had to hide that. Yeah, I hid the truth and I'm asking for my time back. خب یه قبل و بعد بریم ببینیم چیکار کردیم تا اینجا. قبلش خب آقا خیلی خوبه، همه چی خوب داره پیش میره. یه ذره رنگ‌آمیزی کنیم که بفهمیم چیکار داریم میکنیم. اینم از پرالال کامپرشرمون. حالا یه کار دیگه میخوام انجام بدم که سس قضیه رو بیشتر کنیم که غذا میگم غذا گفتم سس سری ذهنم رو غذا سس قضیه رو بیشتر کنیم که یه ذره بالتر بشه. یه ترک دیگه احتیاج داریم دوباره روی این تنها جایی که باقی مونده یه دونه سنت اضافه میکنم. ساید چین میکنیم به این ترک و اینزرت 5 اینزرت
5 رو در واقع انتخاب بکنیم. حالا اینو اضافه میکنیم دیلی. خب بچه کلی پلاگین دیلی هست، اچ دیلی جزو مثلا فکر کنم معروف ترینا باشه، ولی دوباره یه دونه از رازای خودم رو دارم بهتون میگم که در واقع استفاده کنید و ببینید که چقدر جواب میده. یه دونه دیلی هست به اسم منی ام دیلی. این منی ام دیلی رو من خیلی دوست دارم به خاطر اینکه اگه توجه کنید میبینید بجز این که حالا یه پلاگین دیلیه، شما چند گزینه پایینش دارید، ریورب میتونید اضافه کنید، دیستورشن میتونید اضافه کنید، دابلر میتونید اضافه کنید، فیزر میتونید اضافه کنید و به نظر من خیلی باحاله که این همه آپشن رو شما بتونین روی دونه پلاگین داشته باشین. جز پلاگین هایی که ندیدم زیاد کسی استفاده کنه، واقعا خودم رو فقط دیدم که از این پلاگین استفاده کنه، حالا بی احترامی نشه به بقیه کسایی که دارن استفاده میکنن، ولی منظورم اینه که جزو پلاگین هاییه که کسی تحویلش نمیگیره. حالا ما میایم توی قسمت پریست، یه دونه داره فیزر دیلی، اینو استفاده میکنیم. اینو که بزنید میبینید که ما دیلی داریم که در واقع فیزرش هم روشنه، یعنی فیزر هم بهش میده. حالا اگه ما اینو گوش کنیم، خب قبل از اینکه هیچ چیز رو تغییر بدیم بیاین روی این پلیلیست، این اولش میبینی یه صدای هوای خیلی بدی داره، ترانزینت رو میذاریم رو جنریک، آلت رو نگه میدارید، از این ور کات میکنید، میبینید یه حالت کمون مانندی داره. این قضیه باعث میشه که در واقع صدامون دیگه اون صدا هوا اول نیاد. اوکی. حالا چیکار میخوام بکنم؟ کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام اینو اول چیزشون کنم، فیلترشون کنم. منظورم از فیلتر کردن اینه که EQش کنیم به حالتی که فقط یه سری فرکانس پخشن. تو قسمت EQ یه دونه پریست داریم به اسم رادیو، اینو که بزنیم یه چی توی این مایه هاست، از اینجا گین رو میارم پایین تو که میبینید. خب یه کار دیگه که میخوام بکنم اینه که فیدبک هامون رو میخوام بیارم پایین. از این بغل اگه بیاریم پایین فکر کنم مثلا 9-10 این طورا کافی باشه. اگه میخواین اینو پینگ پانگ دیلیش کنید، یعنی پینگ پانگ بیوه چپ و راست بشه، میتونید مثلا دیلی سمت راستتون رو مثلا چه میدونم 1/8 کنید به جای 1/4، ولی همین چیزی که من دارم میشنوم واسه هم خوبه فعلا. حالا به جز فیزر من این دیستورشن هم میخوام روشن کنم. Always getting fucked up, you're always in my brain now. میبینید چقدر باله نسبت به دیلی معمولی. الان اگه من این فیزر رو دیستورشن رو آف کنم، یه دیلی معمولیه، همون صدای خود وکالیست با یعنی دیلی شده، ولی اگه اینا رو روشن کنم خیلی وایب و حسوال بالتری داره و من احساس میکنم روی این آهنگ خیلی خوب بشینه. حالا چیکار میکنیم؟ این داستان خب اینا رو هم بذارین چیز کنیم، اسکوزری کنیم که گیج نشیم. این فروتی سندمونو میذاریم پی سی سند، پارالل کامپرشن سندمونه و بعدی رو بزنیم دیلی سند که اینا رو دیگه گم و گور نشیم توش. خب رنگم میزنیم که باحال باشه. حالا من میخوام با بیتمون گوش کنم و دیلی رو اضافه کنم ببینیم چقدر لازم داریم. خب بد نیست، فقط حرکتی میخوام انجام بدم، یه ذره این فیدبکمون رو بیاریم پایین تر، یه ذره اینجا های پس و لو پس رو
در واقع بیاریم بالا که getting fucked up, you're always in my brain now. Always overseen by the voices in the halo. Thought you were my angel when I thought you were my number one. But you did me dirty and I guess that I was... خب یه حرکت دیگه هم میخوام انجام بدم، اونم اینه که میخوام ریورب اضافه کنم. خود این چیز ریورب داره، اگه بخواید میتونید ریورب رو روشن کنید و اضافه کنید، ولی دوباره من میخوام از والهالا استفاده کنم، همین چیزی که قبلا داشتیم و میاریم. ولی یه دونه پریست هست به اسم امبینس، اونو دوست دارم، از اون میخوام استفاده کنم. خب این امبینس رو میذارم، یه ذره پری دیلی بهش میدیم، دیکی همونم میاریم بالا مثلا 3-4 ثانیه، میخوام این ریورب باشه. از این ورم دوباره 600 هرتز این طورا رو کات میکنیم. خب حالا گوش کنی، درصد هم بیاریم پایین ببینیم چه خبره. قبلش یه ذره بهمون فضا میده، یه ذره از خشکی در میاره این صدا رو. دوباره گوش کنی. Getting fucked up, you're always in my brain now. Always overseen by the voices in the halo. Thought you were my angel when I thought you were my number one. But you did me dirty and I guess that I was wrong. Guessing I was wrong, but I guess I always knew that I saw right through the lies and I always had to hide that. Yeah, I hid the truth and I'm asking for my time back. Quit telling all those lies, I'm asking for my life back. Yeah, I'm asking for it all back. Cause I see right through the lies that you always told me. Now I'm done with you, but you're not done with me. خب حالا وایب و حس و حال رو در آوردیم، ولی یه کار دیگه من میخوام انجام بدم که در واقع خیلی مثلا میتونم بگم کاریه که خیلی از حرفه‌ای‌ها انجام میدن، و اونم ساید چین کردن دیلیمون به وکالمونه، یعنی یا وکالمون به دیلیمون میشه. یعنی من کاری که میخوام بکنم چیه؟ کاری که میخوام بکنم اینه که هر موقع وکالم شروع میکنه به خوندن، دیلی بره، صدای دیلی بره زیر وکال، و وقتی که وکال پاوز میکنه یا یعنی استوب میکنه یا مثلا نفس میگیره که چیز بعدی رو بخونه، دیلی برگرده باره. حالا چیکار میکنیم؟ دوباره از همون فروتی پیک کنترلر استفاده میکنم. اگه توجه کنید میبینین که رو وکال اصلیمون ما دیگه جا نداریم، و از اونجایی که ما کپی رو فرستادیم به این پارالل کامپرشن، سیگنالمون رو در واقع میتونیم از همینجا بگیریم، چون ما فقط سیگنال رو لازم داریم که بتونیم اینو ست کنیم. حالا چیکار میکنیم؟ کاری که میکنیم اینه که کلیک راست میکنیم رو این دیلیمون، لینک تو کنترلر رو میزنیم. فقط حواستون باشه که اینجا به جای فورتی پیک کنترل اولی، در واقع پیک کنترل دومی رو که روی پارالل کامپرشرمون هست انتخاب کنید. همون پیک رو میزنیم، اینپوت هم میزنیم روی اینورتد و اکسپت میکنیم. اگه توجه کنید میبینید که دیلیمون رفت چسبید به بالا، بالای بالا. کاری که میکنید اینه که رو پیک کنترلرتون این بیس رو میارید، میذارید رو 20%. 20% که بذارید میاد رو صفر قرار میگیره. حالا کاری که ما باید بکنیم، فقط باید در واقع انتخاب کنیم که چه مقداری ولوممون بیاد پایین. گوش کنیم با. Always getting fucked up, you're always in my brain now. Always overseen by the voices in the halo. Thought you were my angel when I thought you were my number one. But you did me dirty and I guess that I was wrong. Guessing I was wrong, but I guess I always knew that I saw right through the lies and I always had to hide that. Yeah, I hid the truth and I'm asking for my time back. Quit telling all those lies, I'm asking for my life back. Yeah, I'm asking for it all back. Cause I see right through the lies that you always told me. میبینین چقدر حرفه‌ای تر شد صدامون؟ دیلیه نه مزاحمت ایجاد میکنه نه گم و گور شده. حالا اگه من اینو روشن خاموش کنم کاملا حس میکنید، اینو گوش کنید. Always getting fucked up, you're always in my brain now. Always overseen by the voices in the halo. Thought you were my angel when I thought you were my number one. But you did me dirty and I guess that I was wrong. Guessing I was wrong, but I guess I always knew that I saw right through the lies and I always had to hide that. Yeah, I hid the truth and I'm asking for my time back. Quit telling all those lies, I'm asking for my life back. Yeah, I'm asking for it all back. Cause I see right through the lies that you won't. مونو رو هم چک میکنیم که ببینیم چه اتفاقی تو مونو داره میفته.
getting fucked up, you're always in my brain though. Always overseen by the voices in the halo. Thought you were my angel when I thought you were my number one. But you did me dirty and I guess that I was wrong. Guessing I was wrong, but I guess I always knew that I... خب بچه آمدن با ویدیو حال کرده باشین، یه قبل و بعدم راستی بریم قبل از اینکه خدافظی کنم با تون. ببینین چه اتفاق عجیب غریبی تو این ویدیو افتاد. قبل تمام کارهایی که کردیم صدا اینجوری بود. بعدش خب امیدوارم ویدیو حال کرده باشین. فکر کنم ویدیو خیلی طولانی شد ولی به نظرم لازم بود همچین ویدیوی بزنم. خیلی از بچه‌ها درخواست داشتن که وکال رپ رو در واقع میکس رو نشون بدم چجوریه. خیلی دیگه بچه‌ها هم خواسته بودن که بهم نشون بدن که چجوری میتونن یه وکال رو روی بیت بشونن، که همون در واقع کاری که من اینجا انجام دادم توسط پیک کنترلر و EQ میتونه خیلی بهتون کمک کنه. یه جورایی با یه تیر دوتا نشون زدم، یعنی هم وکال رپ رو بهتون نشون دادم واسه رپ مدرن چجوری میکس میکنم و همین که چجوری میتونید بشونید وکالتون رو روی بیت، روی بیتی که آماده است. امیدوارم که با این ویدیو حال کرده باشین. هر سوالی دارید، هر چیزی که در واقع ذهنتون رو مشغول کرده تو این ویدیو که مطمئن نیستید چه اتفاقی افتاده، حتما واسم کامنت بذارین. تا جایی که بشه سعی میکنم کامنت ها رو جواب بدم. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. حتما اگه بهتون کمک کرده لایک کنید، کامنت بذارید، انرژی مثبت بدین، سابسکرایب و نوتیفیکیشن بل و این کارا هم یادتون نره که هر وقت من ویدیو میذارم در واقع واسه تون نوتیفیکیشن بیاد. دمتون گرم ویدیو رو دیدین، ویدیو بعدی میبینمتون.